ویدیوی یک تا 100 ساله آدم، یعنی یک ساله، دو ساله، سه ساله تا 100 ساله، یعنی 100 نفر رو جمع کرده. این قسمت دومش. بچه‌ها قبلا یه دونه مشابهش ساخته بود که 30 دقیقه‌ای بود که مستر بیست این 100 نفر رو جمع کرده و داخلش حالا یه شیشه‌های مجزا قرار داده که اینا با هم رقابت می‌کنن، همدیگه رو حذف می‌کنن به یه طریقی تا یک نفر برنده یک مقدار پول خیلی عظیمی بشه. برای بار دیگه 100 نفر پشت من وایسادن که اینجا ما از یک ساله تا 100 ساله رو داریم و همه اینا برای 250,000 دلار قرار رقابت کنن. خیلی خوب، حالا همه برید سمت اتاقکاتون. برخلاف قسمت‌های قبل این دفعه خود بازیکنان که تصمیم میگیرن چه کسی میتونه برنده جایزه بزرگ بشه. فکر کنم قبلیش 500,000 دلار بود، من مطمئن نیستم، اونه که پارت قبلش دیدن دیگه. خیلی خوب، همه وارد اتاقکاتون بشین. چالش شروع شد. هر کدوم از شما که قصد داشتین اتاقتون رو ترک کنی یا خط قرمز عبور بکنید رسما باختین. فکر میکنی میتونی ببری؟ امیدوارم که تمام راه بره. خیلی خب، ببینیم بچه یک ساله چی میگه. ببینم میتونی تو ببری درسته؟ اوکی، با تبلت بازی کن. یه خطی که تا آخر باید بریم، تلام که نیست. امیدوارم که 48 ساعت خوبی باشه. از شروع چالش مشخص شد که افراد مستنتر استرس بیشتری داشتن و میخواستن از داره خارج بشن. به نظرم نه یا بیرون ضرر بزرگی میکنه. خب باشه، بچه دو ساله هست شد. همونطور که حد میزدم نینیا سریعتر از اتاقکشون اومدن بیرون. یک سال از امکان نداره برنده شه. ببینم چالش رو دوست داشتی؟ قطعا که خوشش اومده. از افراد مسنم سوال کرد. خیلی خوب، من حاضرم که برم. خیلی خب، تو ساعت اول فیلم برداری 6 نفر حذف شدن و بازم خیلی ها قراره برن. برخلاف ویدیوی قبلم که اینجا بعد همه هم دیگر رو بیرون میکنن، اینجا بعد همه هم دیگر رو دوست داشته باشن و بهترین و درستکارترین بین خودشون رو پیدا میکنن و اون رو برنده جایزه بزرگ کنن که ما در ادامه ویدیو میفهمیم اون فرد بزرگ و درستکار کیه. تو شرفت چیتی میدی؟ یه آدم خوبی هستی، من رو حد نخورد. خیلی خوب، به حرفای من گوش بدین. امیدوارم که توی ساعت گذشته تونسته باشی دوستانی پیدا کنی، چون توی طول راه بهشون احتیاج دارین. حالا به کنار، دقیقاً 10 دقیقه فرصت دارین برای چالش بعدی. چالش بعدی اینه که شما از بین خودتون 10 نفر انتخاب کنید و کاری بکنید که اونا از بازی خارج بشن. اگه نتونید این کار رو انجام بدید، دقیقاً 25 نفر به صورت تصادفی از بازی حذف میشن. اوه چه بوی بدی میاد، حالم به هم خورد. من دستی دارم کسه نمیرم. اونایی که خیلی سنشون بالاست باید برن و بچه های زیر 12 سال برن گمشن. یک دقیقه گذشته اما هیچ کس نیومده. اگه میشه 7 نفر با من بیاد بریم. جوجه با مدی من میام. من نمیتونم زود برم، من نمیتونم زود اخراج بشم. بچه ها میتونم بیان بیرون. مرد حاضر به خاطر بقیه بریم. این به نظر من کار درستی نمی باشه. لطفا بگو خواهر بری گمشه. تو 5 ساله برو. کلا نخونده. هر رفقی پیشنهاد دارم بگو گوش بکنم. اگه بری بیرون سود بنتر میدم. جان گل خالی خواهر. واقعا ارزشش داشت، واقعا ارزشش داشت. گل خالی خواهر نظرم. هر شد اونو هم تصمیم گرفت به خاطر بقیه بیاد بیرون. دقیقا 8 نفر دیگه مونده. کسی نبود؟ من بیاد می نمکنم آفر این پیره سگا باید برم. من دانشگاه دارم، 1000 تا بدبختی دارم پای سر هم. 5 4 3 2 1. متاسفانه شما نتونستید به توافق برسید، برای همین 25 نفر از شما به صورت تصادفی حذف میشه. برای تصادفی بودن مجازات ما یه دستگاه استفاده میکنیم که اسم هر بازیکن روی توپای خاص نوشته شده. چندلر توپو بردار. اولین حذف ما کسی نیست جز قبل از اینکه حذف کنه اون دوتا بدبختی که رفتن بیرون. الان چی میشه؟ به جای 25 نفر در اصل 27 نفر حذف شدن. اون دو نفر هم نمیرفتن بیرون دیگه. شماره 18 حذف شد. اوه این خیلی بده. نه خیلی بده. نفر بعدی هم کسی نیست جز 85 و بعد از اون 82. شماره 80. ببخشید رئیس. چرا همشون پیره؟ خب بنفش شد خوبه. و بعد از اون 82. شماره 80. ببخشید رئیس. 99. نگران نباشید 19 تا توپ دیگه هست. همه پیرن. 24 22 19. خیلی وحشیانه است. 29. متاسفم فرزند. ای بابا. و حذف نهایی ما شماره 13. اوه. چندلر به همه افرادی که حذف کردی نگاه کن. متاسفم. 25 نفر به کجا رفتم؟ خوشحالم که من جزشون نبودم. من خیلی خوشحالم که موندم. 10 نفری که میری بیرون فقط آیه کرسی میخونم که خودم نرم. 67 نفر از شما باقی مونده. تبریک. و مثل همیشه اتاقکا که خالی میشن و میزنی میتره. اندازش بینه.
تو قسمت قبلی هم این کارو کردم. به خاطر چالش سخت قبلی گذاشتم که یه خورده استراحت کنم. نشستم توی اتاق کارشون رو فکر کردن و آرامش. ولی خب خود این به یه چالش تبدیل شد. ببینم پیری میخوای اینجا شبو بگذرونی؟ من میرم که جوونه فرصت داشته باشه. خیلی عروض بعد منصرف از ادامه دادن شدن و در حال حاضر ما فقط 55 باز مونده داریم. خیلی خب روز جدید رو اینطور شروع میکنیم. به نظر شما کی میتونه برنده 250,000 دلار بشه؟ اگر همتون به یه نفر رای بدین مستقیما تمام پول میشه برای اون یه نفر، ولی اگر حتی یه نفرتون به یکی دیگه رای بده چالش جدید شروع میشه. به نظرت کی با برنده جایزه باشه؟ شما این چه؟ به نظر تو کی با برنده جایزه باشه؟ 11. اینا رو هم کراش دادن. خیلی خب معلوم شد قضیه چیه. همتون که نمیتونی به یه توافق برسید نه؟ پس چالش بعد اینه، هر ردیف و برای خودشون یه کاپیتان انتخاب کنن. این کاپیتان میتونه خیلی کارا کنه و تو چالش بعدی هم استفاده میشه، ولی خب این ممکنه سخت‌ترین چالش شما باشه، چون باید از بین خودتون به یک نفر اعتماد کنید. بعد از 15 دقیقه بعد تصمیم بگیرید که کی کاپیتان صف شماست. بخواه کاپیتان شی؟ والا نمیدونم خواهش شما چی؟ من حوصله ندارم خودت شو. از همه تون به نظر چه سنی کاپیتان شه؟ سی باشه. سی نحمیدم بارشالله. قابولک تو میشی یا نه؟ برامدش خودم میشم. شما و این شخص رو چاربان مشکلی نداره. میخواه چه کسی کاپیتان ردیفت شه؟ آره خودم با میخوام شوگر ددی بشم و کارم موفق شه. خیلی خوب. بابا 100 ساله دیدم چه موقع کاپیتان چیه. خیلی خوب کاپیتان ها انتخاب شدن و تازه اینجاست که جالبه. ما به تمام کاپیتان ها پیشنهاد پول میکنیم و هر کدوم از اونا که قبول بکنن پول رو دریافت میکنن و صفحشون حذف میشه. اولین پیشنهادم 1,000 دلاره. شماره 42 تسلیم نشیو. از این حرفا نذارین تو رو خدا، من از این کارو نمیکنم. منم کاری نمیکنم. شماره 14 مورد حد نکنی. نگران نباش من این کارو نمیکنم. خب اون روش کراش زده حسش نمیکنه. باشه پیشنهاد دومم چی؟ 5,000 دلار. ای بابا ببینید هر کی حاضر باشه صفشو نابود کنه من بهش 5,000 دلار میدم. ها نه چهلو دو ارغم نکن چهلو دو قد وسوسه نشدم نگران نباشی. شماره 30 هم نکنی. اما این پول کمیه من باید بیشتر بگیرم. خیلی خب پیشنهاد بعدی 10,000 دلاره. کمه. این کارو نکن. بوه عجب دشواری ها. من باید تعامل کنم. این هیچ دید تأثیری نمیذاره. اوه کار سختیه. 20,000 دلار. ببینم نظرتون چیه. خولک ما بیجاش بودم قبول نمیکردم. 50,000 دلار. درسته کاپیتان ها واقعا سرسخت بودن، ولی خب ببینید بحث 50,000 دلاره. مطمئنا این رقم یه خورده قلقلکشون داشت میداد. این کارا نکن جهلو دو عجب دشواری. خیلی خب یه خورده جذابترش بکنیم مگه نه. خب ببینم اینجا چی داریم. 80 نه، 90 هم نه، اون یکی هم اگه میشه بذار 100,000 دلار برای اولین کاپیتانی که از اتاقکش خارج بشه. تقریبا نصف مبلغ اصلیه. خیلی پول زیادیه. 14 30 42 64 و این آقای 100 ساله. من فقط میتونم به یکی از شما 5 نفر 100,000 دلار بدم. نماره سی این کارو نکنی. راستیتش احساس فشاری گرفتم. تسلیم نشو شهلو دو. من اینطوری تسلیم نمیشم. نخوندم انگاری که سی میخواد قبول کنه. شماره سی این کارو نکنی. یا خدای اولک جرعت نداره. احلانه چیز چی کار کنم موندم. جرعه انجامش میده. قبول کرد. دیگه نمیتونم من قصد دارم بعد برم. ببخشید متاسفم. کردی آخه حفظی دوستان و فروختی به 100,000 دلار. منطقی بود. متاسفم ایلنه چی شد شماره سی تو تقالات دارین برو جهنده دیگه دوستان ندارم. شوخی میکنه. شوخی میکنه ریدم بهش خاک بسه. شرمنده ای؟ حالا یه جوری میگن خاک بر سرش انگار اونا بودن این کارو نمیکردن، ولی خدایی شاید نمیکردن. اون پیرمرد 100 ساله چرا این کارو نکرد؟ بچه‌ها من یه کاپیتان بهتر انتخاب میکردین. نمیتونم نگاه کنم خیلی بده. نگاه کن تو دروغ گفتی شماره سی لعنتی. نگاه یه خطی که تا آخر باید بریم سلام جنید. درسته و من گفتم که این میتونه سخت‌ترین چالش شما باشه و خب برین ببینم چی تو سرت میگذره مرد. بابا اشکالی نداره. من اینم بگم که خیلی متاسفم و فکر میکردم که چطوری به بچم هرچی دلش میخواد برسه با کار کردن. به خاطر این اتفاقی که افتاد دیگه خیلی ها به هم اعتماد ندارن. حتی 40 ساله هم تصمیم گرفتن که با هم دیگه یه اتحاد رو تشکیل بدن. این ده چلیا واقعا اتحاد قوی داره. خیلی خب وقتشه مجددا تصمیم بگیری که چه کسی میتونه برنده بازی باشه. خیلی خب اینم از نظر شما. اوکیه. من برم باز چالش پیدا کنم که بتونم حظتون بکنم. 10 نفر گفتم اون پیرمرده برنده میشه پشمام. چالش بعد شامل یه چرخ چرخ چیه که اسامی باقی مونده روش نوشته شدن.
خیلی خوب شندر بچرخونه. ای بچرخ. خیلی خوب 36 نفر از شما باقی مونده. ما این چرخه رو تا وقتی میچرخونیم که 16 نفر از شما حذف بشن و فقط 20 نفر باقی بمونه. خیلی خوب 67 دارم میام تو اتاقت. در حالی که من دارم به سمت اتاقکش میرم چندلر دوباره بچرخون. باشه. اون دستگاهو میبینی؟ الان سن یه نفر دیگر رو قراره نمایش بده و این تصمیم با توئه که اون شخص از بازی خارج میشه یا تو بازی بمونه. 55. خیلی خوب، چالش ساده است. 67 تصمیم میگیره که 55 توی بازی بمونه یا حذف بشه. قبل از تصمیم گیری بهتره که این بابا یه صحبتی بکنه مگه نه؟ ممنون سمه، زمان خوبی بود، موفق باشید. یعنی نمیخوای بگی حذف نکنه؟ او نه، من تصور میکنم که مثل خودمه. خب به نظرم حذف بشه. یا خدا، انتخاب اونی. خب باشه، یکی باید بره حتما. خیلی خوب، پس میخوای حذفش کنی؟ آره. خیلی خوب، موفق باشی. شرمنده جناب. ممنون از همه. چندر بچرخان. یعنی که به من فرصت داده که بمونم؟ خیلی هم آسون نبوده، ولی خب ببینیم بقیه چی میشه. اوه 47. خب به نظر 47 باید بمونه یا از بازی خارج بشه؟ خیال راحت، خیلی دوست دارم که بمونی، نمیخوام بری. اون بمونه. زنده موندی ها. خیلی خب، حالا که اون از بازی خارج نشد بعد تصمیم بگیره که چه کسایی تو بازی بمونن. ببین میتونی 15 نفر از بازی خارج بکنی بدون اینکه ترس داشته باشی، ولی خب این خیلی بی‌رحمانه است. مگه نه؟ میشنوم. 43. دوست دارم تو یه تیم کوچولو باشیم و موفق بشیم. نظرم اینه که با هم دیگه ببونیم. به خدا اینا کثافتا، اینا رو نمیشناسی، یه دروغای پدرسگرد. دقیقا میدونین که این کارو کرد یعنی چی؟ یعنی که شما مسئولین. ببین خیلی خوششانسی ها. چندلر بچرخان. کی میافته؟ 66. اوه خدای من. همونجاست. سلام مادر. همچنین جلسه، میدونم که این تصمیم برات سخته ولی هر کشوی بگیری دوست دارم. شهر عجیبی. اگه اجازه بدی اون ببانه کنترلر دست اون میفته. خدای من. دیدی کثافت چی گفت؟ سیاست ها. تصمیم با خودت. 66 تو خیلی شیرین و خیلی آدم دوست شدی و من خیلی دوست دارم. متاسفم داریم بازی باز سر کنیم بچستیم و لذتشو ببریم و متاسفانه حذف میشی. ممنون. بیا بگیر پسر، اشکال نداریم. ممنون که بیرون اومدی 66. میگم آفرین، صد بودی کلا. با شنیدن حرفای 42 و 43 ای ما باید همینطوری بمونیم. ره ما در حال جنگیم. متوجه شدن فقط 40 ساله در امانه. 57. باید این پیر سگا رو حذف بکنی. 57 هم حذف بشه لطفا. ممنون نسمه، مراقب باشید. 65. همه رس میکنه. خوری بادی من اوی. کاره تمومه. بوم. شما هم حذف میشید. نه خدای من. اون فقط 65 رو حذف کرد و قلبش هم به شداد میشکنه، ولی کتورا دست یه نفر دیگه میفته. 43 میدونه که اگه از خارج کردن اعضا دست برداره نفر بعدی قطعا خودش رو حذف میکنه. وای این یکی خیلی سخت. البته نظر من ها، ولی خب به نظرم باید بهش فکر کنیم. اون اصلا 11 سالشه؟ ای گریه نکنی ها. ببین هنوز وقت داری، خب با دقت به حرفام گوش بده. الان تو تایم داری که بگیری و طرف رو متقاعد کنی نسبت به اینکه حذفت نکنه. اوکی میکروفونو بگیر حرف بزن. خدا حذفش بده. آدم خوبی هستی و مهربونی و اوقت لفت دارن که منو حذف بکنی. شما روی یازه را نجات بدین، این طوری نمیشه. واقعا گوری پسندیده نیست. شما روی یازه را نجات بدین. بسر بسر عشق میریزه. آخه تو چرا عشق میریزی من؟ شما روی یازه را نجات بدین بچه. نه نه نه، این کارا نکن، به قلبت گوش نکن، به فکر برو و اون پولا بگی. شما روی یازه بسیار آدم خوبی هستی، ولی متاسفانه باید تو رو حذف کنم. بچه باهوش و تحصیل کذاری هست، ولی نمیتونم، باید حذفت کنم و ببخشید. خب مشکلی نیست. حتی مستر بیس هم گریه کرد. هممون لال شدیم. ببینم یه تشویقش نشه. اینقدری که از حذف 11 ناراحت شده بودم گفتم بیاد روی صحنه به خودم کمک کنه. خیلی خب شروع میکنیم. همه افراد غیر 40 سال میدونستن که توی خطرن.
این همه رفتم بابا. تو دیگه دهتیانی نیستی. به من نگفتن چون خیلی خوشتی پاپار طرف دارم. 17 لطفا شماره 17 هم بری گمشه. خیلی ممنون. لعنتی خودمو چش دادم. یه جوونه 16 ساله. من یه مادر بزرگ دارم که سلامتیش خیلی خوب نیست و پول نیازه. خیلی متاسفم. ببخشید نمیشه هست شدی. ایشالله خودت هم حذف کی. بتره کی. ولم که باجا. من بهت افتخار میکنم. باور نکردنی. اتحاد 40 ساله داشت همه رو نابود میکرد. 52 شما هست شدی. اینو باش. خب ما اینجا سخت‌ترین چالش قرن رو داریم، یعنی اینکه خودتو حذف می‌کنی؟ فکر کنم چرخونه رو بهتر ادامه بدیم. بچرخون. شما هم حذف شدی. و شما هم حذف شدی. خیلی خب 75. اکشن دوکی. 62. من میرم کلا نخوندم و بای بای. نه 62 وایسا حداقل باهاش صحبت کن. نه من نخوندم خداحافظ. درود بر شرفت. 62 اینطوری خواستم بهت بگم که دلم برات تنگه. تو بی خود کردی. نه جدی میگم. درو بگم که دلم برات تنگ نیست ولی دوست دارم. نه نه آره دشمن و باید دوست باشی. قربانه. بای بای دلم تنگ میشه. ببینه که 43 تصمیم میبگیره. 62 از اتاقکش خارج شد. خیلی خب ما اینجا فقط یه قربانی دیگه داریم و ببینیم که اون کیه. به شکلات افتاد. این یعنی که تو اینو دارن شکلات کوف میکنن. شما میتونید کامنت بذارید و ویدیو رو لایک کنید. شما سرویس اینو دوست دارم. نم اوه اینو دوست دارم. لایک و کامنت. شما جدیدا حتما کانال کجوان رو ساب کنید چون به عشق شما مخاطباست که کجوان ویدیو میسازه. و خیلی خب بالاخره روی 40 ساله وایساد این چرخه دلقک. چله گیت من دوست دارم و تو رو در این حال میپذیرم و هستی. خیلی خب بالاخره یه نفر جدید اومد. ببینیم این یکی چی کار میکنه. خیلی خب جناب 100 ساله اونه که جلوته میخواد حذفت کنه حرفی داری؟ امیدوارم که منو حذف نکنی و شما رو خیلی دوست دارم. آقای شما ریستن منم خیلی متاسفم ولی در این حال امیدوارم که حالتون خوب بشه و در این حال حذف میشیم. ای بابا من پاسق شما رو درک نمی کنم ولی در این حال به شما تبریک میگم. خیلی خب حداقل واسه جناب 100 ساله دست بزنید. هم مهربون بود و هم مورد علاقه هممون میشد و منم نمیتونستم بذارم که اینطور بره. به عنوان جایزه بهش 20000 دلار تقدیم کردم. ممنون دستتو بده او چی سفیدی. خیلی حست شدن ولی خب ما رفتنشون ناراحتیم. البته اینم بگم که ما خیلی مخصوصا 43 شما هم هست چینی. شما هم هست چینی. شما هم هست چینی. نیاز به یادآوری نیستش. درسته درسته. خیلی خوب الان چه احساسی داری؟ ایش خب داره چهله یا بود ولی به خاطر این کارشون اصلا دیگه دوستنم کنه نبود. به نظر که 50 ساله ها ازتون ناراضی هم. اینطوری بگم که نصفشون نابود شده و این مرد ناراحته. من چی کار کنم؟ موافقم. و اینم بگم که به هیچ کی نباید اعتماد کرد. خیلی خوب بهشون استراحت دادن و بعد دوباره ازشون پرسیدن که به نظرشون چه کسی میتونه برنده بازی بشه. ای بابا انگار اصلا به توافق نمیرسین شما. بگذاریم قرار چالش بعد شروع بشه که خیلی هم سخته. خیلی خب این 250000 دلار اینجا میبینید؟ این غیر اون 250000 دلار قبل ها. الان یکی از شما میتونه با این جدیده عوازی خارج بشه. یا خدا او خدای من. اما قبل اینکه بگم چجوری این اتفاق قراره بیفته پرده بیاور. او این کارو سخت میکنه. صحبت نمیکنه. کارو سخت میکنه ولی تیم ما قدرتمنده. این واقعا خطرناک بیاد ولی خیلی دوشه. اینو من چرا تا حالا ندیدم؟ این پجی اینو چرا نشون نداده؟ این کیه؟ نگاه اینه یه نگاه همه رو سیاه کردیم. خیلی خب چالش اینه هر کسی که بتونه سریعتر از اتاقکش خارج بشه برنده این جایزه که بزرگ میشه. اما اگه یک نفر دیگه همراهش از اتاقک خارج بشه هر دو میبازن. آغاز چالش. به شخص دوستانم شجاعترینتون رو ببینم. امروز به معنای واقعی پول زیادی از دست دادم ولی از قصد این کارو کردم که پول بیشتری گیرم بیاد. این پول مال منه. من خارج میشم از اینجا. هر کسی دیگه بره باخته. لعنت سیا. وای میخواد این کار انجام بده. خب اگه بری 62 میرم تو برنده نمیشی. درسته. به نازم 42 داشت کارشو درست انجام میداد. به نظرم میخواست همه رو گمراه بکنه تا بتونه خودش برنده جایزه بزرگ بشه. لعنت سیا دارم میام بیرون. یا علی 60 ثانیه گذشته ولی فقط همون یه نفر اومده بیرون. یعنی فقط به نظر خودش برنده جایزه است.
فقط یه نفر میتونه برنده جایزه بزرگ بشه. تصمیم با خودتونه، میمونید یا میایید بیرون؟ هیچ کسی از در نمیاد بیرون. در حال حاضر فقط 42 دمه داره که اگه یه رو به دیگه بگذره اون برنده جایزه میشه. دهه 50 کسی رفته؟ آنو ناخر. کسی مثل مرد نرفته جلو. بازی دیمون با هم بازی کن. 3 2. ببینم میمونید یا میایید بیرون. خیلی خب تموم شد. 1 تموم شد. خیلی خوب، بیای ببینیم که یک نفر برد یا چند نفر باختن. پرده ها رو بکشید لطفاً. واو، دو نفر بیرون. اونجا نگاه کنید، انگار 42 تنها کسی بودش که تونست بیاد بیرون. 58 تا این که آها، دقیقاً 2 ثانیه مونده بود به تموم شدن چالش و یک نفر دیگه از اتاقکش اومد بیرون. خدای من، متاسفم چهلو دو. هی روزگاه جنسادار رهبرش نه دست داره. اونجاش خناری میزنه. بابا من فکر کردیم ایشگی نمیاد. نالو چیه؟ کار سختی انجام داد. درسته، اون چیزی که میخواستن نشد. ای پیرمرد، من درست گفته بودم که فقط خودم میرم و حظ میشی و ریدم به این زندگی. بزرگان از تو یاد میکنن. خیلی خوب، واسه امشب دیگه کافیه. واسه چالش های بعد میبینمتون. هی همسایه من رفتش، خیلی حیف شد. من خیلی خیلی واضح و بلند گفتم که از اینجا میرم، ولی در 2 ثانیه این پیرمرد اومد. استغفر الله. ببخشید پسر، ولی دو اون 2 ثانیه که داشتی میرفتی من بلش دستی میگرفتم. درسته، گویا 58 میخواسته از 40 ساله یه انتقام بزرگ بگیره. نمیشگر فقط موارده به ده چلیا باشین. ممنون. خیلی خوب، تا به حال 82 نفر حذف شدن. دیگه خدا واسه روز سوم به خیر کنه. صبح همه تون به خیر. الان به نظرتون چه کسی میتونه برنده جایزه بزرگ بشه؟ جایت باشه. آه، اوکی، شما فعلا رأیتونو بدین تا ببینم دنیا دست کیه. میگم چالش بعدی رو باید شروع کنیم. معلومه. آه چشم باشه. بناسم چقدر شرکت کننده ها کم شدن. خب طبیعیه. خیلی خب، زمان چالش بعدیه. کیفا رو بیارین. چالش جدید یه کپی تمیز از یه برنامه محبوب تلویزیونیه. پنجا عدد میبینم، فکر کنم عدد یا معادلی چیزیه. اوه، به نظر خیلی باحال میاد. چند عدد گذاشتن، شبیه معادله یا بدون معادله است؟ بله درسته، چالش ما واقعا شبیه برنامه محبوب معامله یا بدون معامله است. برای همین ما از مجری واقعیش برای چالشمون استفاده کردیم. خودشه. افراد بالای 40 سال واقعا دوستش داشتن. خیلی ممنون از همه. هم اونجا داریم. تو منو میشناسی؟ سب کن ببینم. اوه، شاید همون خواننده معروف یاره. زیر 40 سالو که ولش. اگر توی ایرانید که 99% این برنامه رو نمیشناسید. پس بینید واسه قوانین چالش. خیلی خب، اینجا ما 18 تا کیف داریم. نصفشون خطره و نصف دیگرشون هم امنه. ببینم تو کدوم کیفو انتخاب میکنی؟ 14 باشه. منطقی؟ خیلی خب، این کیفو بعد یه جا باز کنی که هیچ کس نتونه توشو ببینه. ببینم سیف. توشو دیدی؟ کی از همه جوون تره؟ فکر کنم من باشم. خیلی خب، 41. ببین 41، یا تو میتونی کیف 14 رو برداری که معلوم نیست توش چیه، یا میتونی یه کیف به صورت تصادفی از اونجا انتخاب کنی. تصمیم با خودت. ببینیم که چیکار میکنه. قضیه چیه؟ شماره 14. من بهت میگم که امنه. پس چمدونو برمیدارم. اوه، 41 باید بازش کنه. بابا خوشت اومده. نه، منظورم اینه که مثل یه خاطره میمونه که هر طور داره میگذره. آره، عجبا. برام جالب بود که 14 واقعیت رو گفت. یعنی شانس بقیه چطوره؟ بقیه کیفا رو نگاه کن، کدوم انتخاب میکنی؟ 13. به به، همه چمدونه. ای بابا، بازم که رسید به 43. هی 14، تو چمدون چیه؟ میگم که تو رو حذف میکنه. یا عیسی مسیح، به قرآن این رو حذف میکردم، میگفتم سیو این از چه، به خدا حذفش میکردم. یا عیسی مسیح. خیلی خب، من راستش رو بخوام بگم حتی خودم هم نمیدونم توش چیه. شماره 14 پسر کوچولو، امن نیست. خب امن نیست. اوه، این افعال معکوسه. اوه، فکر کنم چمدونو باید بردارم. خیلی خب، 14 کیفتو باز کن. خیلی خب، باشه. اوه، اون حذف شد. حذف شد. ولی متاسفم رفیق. نگاه، باز یکی دیگه حذف شد، ولی باز 40 سالش نبود.
بیا بغلم. نه بعد راستشو میگفت، راستشو گفت خودش حذف شد، بعد دختره قبول میکرد این حذف نمیشد. اشکال نداره، بزرگ میشه یادت میره. بنابراین من خواستم که بهترین باشم و صادق باشم، ولی به ضررم بود که منو حذف کن. پس من خیلی خوب بین این 16 تا کیو یکی رو انتخاب کن. من خیلی خوششانسم شماره 3 برداریم. چه جالب، حتی به میکروفونم نیاز نداریم، کنار هم دیگه. او بولک با هم دیگه اعتماد داریم. پس در این حال بده اعتماد دارم در چه بدونه واس کن و بهم بگو امنه یا نیست. تمام امن نیست. یا عیسی مسیح بولک، حالا باید تصمیم سخت بگیری. آی چمدونه تو نمیخوام. آکیه خیلی خوب، کیفو بر ندار، 43 بازش کن. اگه الان 43 دروغ گفته باشه دیگه هیچ کدوم از 40 سالا بهش اعتماد نمیکنن و احتمالا اتحادشون هم از بین میره. اوه 43 رفتی بیرون بالاخره. دلم خنک شد. ولی خب 15 تا کیف دیگه موندن که ببینیم بقیهشون چی میشن. او بولک من راستشو میگم، من حذف شدم. فقط ما با سرنوشت یعنی 44 حذف میشه؟ وای حذف شد. افق باشی مرد. یک عدد کیف انتخاب کن. 10 باشی. به پا کسی نبینتش. حاجه استرس گرفتم، جدا حالم داره بد میشه. من با پول وارد نشدم، با صدای قشنگم وارد شدم و میگم امنه. آیا تو حقیقتو میگی؟ شما در حال انتخاب بزرگترین انتخاب زندگیتون هستی. واه الهیجان. یعنی دزدی یا دزدی نکرده. انتخاب سختیه. و اینم بگم که راه برگشتی وجود نداره. داخل این چمدونو باز میکنی قرمز یا سبز؟ وای بهتره نبینم. چمدونو باز کن. خشمات مراقب باش نریزش کن. ریخ کن. خیلی خب اینم کیف جدید به انتخاب خودش. ببینیم این بار چی میشه. میخوای درباره تو چی فکری کنه؟ پس شدی؟ من حرف تو باور نمی کنم، باید چمدون باز بشه. ای بابا صداقت زیادم کار دستش داد، البته دو نفرم نجات داد. راستشو میگی 48؟ من همیشه صادق بودم. 51. هی رفیق خبر بد دارم، تو حذف شدی. بذار این دفعه من بگم براش میداری یا نه. آفرین خوشم اومد. نظرت چی عزیزم؟ من قصد دارم که چمدونو ور ندارم. خب نه چیز. خب پس بازش میکنیم. 3 2 1. تو دروغ گفتی. آفرین خوب بازی کردی. همه یاد بگیرین. دمدم گرم. خسته نباشی. خب بریم سراغ بقیه. تو هر چی بگی من بهت اعتماد دارم. اینو بگم که تو حل شدی. چمدونو ور میداری یا ور نمیداری؟ چمدونه نمیخوام. خب پس برش نمیداری. آکی بازش کن. اوه راستشو گفت. ممنون. معلوم نیستا، ولی احساس میکنم 54 قراره این دور حذف بشه. سلام 54، من آمادم. سعی میکنم بهت راست بگم، تو جعبه شماره 7 نوشته حذف شدی. اینو میدونم که شما بلیط طلایی منی، ولی داری دروغ میگی. این تصمیم سختیه، چه میدونم میخوای یا نمیخوای. من الان احساس میکنم که یک دنیا روی شاخهای من نشسته و چمدونو میخوام. آره خیلی خوب. این که میگه حذف میشی بازم میخوای کیفو برداری؟ آره من گفتم که چمدونو میخوام. نکنه میخوای فداکاری کنی؟ باورش میکنی؟ من بهترینه رو برای اون عذر کنم. با امیدوارم نباهای خوبی داشته باشه. پیره مرده میدونست حذف میشه، به خاطر این قبول کرد، میخواد این دختره برنده بشه. الان فهمیدم. وای خدای من. بابا بیخیال، این چه کاری بود کردی مرد؟ وای 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 در اومدم. و اینم بگم که ناراحت نباش، هیچ گولی نداری. همیشه زندگیتون پر برکت باشه. و اینم بگم که در زندگیتون همچه بزرگی کنید. الاش برین برنده شما. درسته، انگار 54 حزم نشدنی بود. ببینیم برای بار سوم چه اتفاقی میفته. من میخوام به شما بگم که حزم شدی. من فقط میخوام بگم که نمیخوام. بابا خفه شد دیگه، رید تو صحنه احساسی، قبول میکردی میرفتی بیرون دیگه. به جز انتهای چالش به انتهای کیفای امنم نزدیک شدیم. چمدونو من گرفتم. من دیست دارم ولی چمدونو میخوام. به انتهای چالش رسیدیم و دو تا کیف باقی مونده. دیگه معلوم نیست که کیا راست میگن کیا دروغ. خیلی خب 67 و 96. الان ما اینجا دو تا کیف داریم، یکیش امنه یکی دیگرش اخه.
کدوم رو انتخاب میکنین سریعتا تکلیف من رو مشخص کنین. برو 96 شماره چند رو میخوای؟ آکه کیف 16. ما در چمدون رو براتون باز میکنیم و شما نگاه میکنیم. 96 چه خبره؟ نمیخوام صدا که بشنوم. من یه پدر 96 دارم که همش دروغ میگه. وات؟ آقا کلن دوتا کیف داریم، یکی اون بالای یکی هم دست این بابای، کدوم رو برمیداری؟ چمدون رو نمیخوام. خیلی خب، آخر چالش رو بعد یه خورده الهیجان بازی رو بالاتر ببریم. برای همین ما دوتا کیف رو با هم باز میکنیم. از شدت هیجان خودم هم استرس گرفتم، ولی به قول یارو گفتنی هر کی که به بازه خره. 3 2 1 آه اوه خوشم اومد سبز لنتی ها. واقعا پدرها دروغ میگن؟ اوه من پیرم پس نمیرم. این پیریه چقدر زرنگ حاجی. خیلی خب، فقط 9 شرکت کننده دیگه باقی مونده. چالش بعدی دیوونه کننده است. امروز روز آخره، 9 نفر رسیدن، پس من باید برنده شم. خیلی رو اعصابمه. اتحاد دچلیا خیلی قویه. من خیلی احساس خوبی دارم، ولی در این حال خیلی دیوانه کننده است این مسابقه. نزدیکای روز آخره، ولی دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداشت. به خونه من خوش اومدی پسر، اطرافم هم پر آدم بودن. آره دریای خون، حالا تو به اونا اعتماد داری؟ نه اعتماد ندارم. تمام افرادی که اینجا اومدن، تو الان به چه کسی اعتماد داری دقیقا؟ هیچکی. وقتی داخل بازی شدم متوجه شدم که من 47 تا آخر بازی میمونیم، ولی یکیمون 100% حذف میشه. میخوای چیکار کنی؟ واقعا فکری ندارم عزیزان. ما الان 9 شرکت کننده داریم و 250,000 دلار جایزه. خیلی خب، الان قراره که 4 نفر از بازی حذف بشن و روش چالش هم ساده است. الان باید همتون بشینید داستانی که واسه این چالش اومدنتون، اینجا اومدنتون و کلن چه هدفی داشتین اومدین اینجا رو تعریف بکنید. هر کدوم که قابل قبول تر بود توی بازی میمونه. هر تصمیمی که از قبل یا در طول چالش بهش فکر کردین رو میتونید تعریف کنید. خیلی خب، بگو جایزه رو واسه چی میخوای؟ من یه دونه پسر دارم و دوستش دارم واقعا. من داخل یه کشور غریب منم تا یه پولی دست بکیرم. من بیمه درمانی ندارم، با یه بیماری به نام کرونا دارم. من پسرمو دارم به نام لوپس و 3 تا بچه داره و میخوام بهش کمک کنم. شرایط واقعا سختیه. من یه دونه دختر دارم که اوتیسمه و بی کلامه در پایان این ماه 7 ساله میشه. آقا چرا همه مشکلات دارن؟ اگر اینجوریه منم ایز و هپاتیت و کرونا و چند تا بچه عقب مونده دارم و کار زیادی نمیتونم براش بکنم و زود درمان بشه. من واقعا دلم سیاسته، واقعا نسمیم خرم بگم که اگه پولو برسی توی شاب من میتونم تقسیم کنم. مثل سک دروغ میگه، واقعا زشته. من کلوش کمپرنی دارم و پولو برسی توی شاب من دوباره بر میکنم. واقعا زشته، واقعا مادنهای خوبی دارن، خجالت نمیکشن. تقریبا خیلی دوستتون دارم. من مندم تنها نیلوفر. یه دونه دختر دارم، من خیلی دوستش دارم. یعنی هرچی به اینا بگم کم گفتم. آی نیروفر. تمام شد، خیلی تاثیرگذار بود. خب حالا وقتشه که رای بدین چه کسی توی بازی میمونه و چه کسی از بازی خارج میشه. پس من مونده واقعا چی کار کنم؟ یا از 61 شروع کنیم؟ مردم این طرف داره در مورد 61 خودم هم حرف. خیلی خب، داستانتونه که شنیدیم، حالا مونده رایاتونو ببینید و ببینیم که چه کسی توی بازی میمونه و چه کسی میره به خونش. نشونشون بده. وای کی بوده؟ 61. خودم هم میدونستم اون مجاهم بوده، بالاخره رفت. خیلی خب، 3 نفر دیگه هم از بازی باید خارج بشن. رگا رو بپاچونید. نمیدونم قراره چی کار کنم. بهتره که 46 رو حس کنیم، واقعا قیافه یه زاگی داره. همه زدن؟ بسیار خوب. عصبی؟ به شدت عصبانی هم و با مفتزم. خیلی خب، ببینیم کیه. همه یه رگا به 46 بود؟ بابا مگه متحد نبودین شما؟ عجبا. اوکیه، 46 شما حذف شدی. نمیتونم باور کنم جلا 46 رفت. میدونم گفتنش عجیبه ها، ولی کلن اتحاد 40 ساله به خاک سیانش هست. به نظرت نفر بعدی کیه؟ 96 حذف کنید. من دیگه نمیتونم این کارو بکنم. خیلی خوب، رأی شما. آه 96 ساله. موفق باشید و از همه تشکر بکنم و خوشحالم تو این برنامه اومدم. و رأی آخر.
72 رای بده، انجام بده. اینم از حزب نهایی این چالش و قراره بفهمیم که اون شخص کی میتونه باشه. به کی رای دادی؟ به 72 رای دادم. یکی به 72. واقعا کار زشتی. 72 به کی رای دادی؟ 41. خیلی خب، یه نفرم به 41. شما به کی رای دادین؟ من به 72 رای میدم. خیلی ممنون، خداحافظ. بهش برخور. و شما به چه کسی رای دادین؟ من به 41 رای میدم، خواستم به رویاهاش برسه. شما به کی رای دادین؟ 72. 3 رای برای 72 و 2 رای برای 41. عامل تعیین کننده اینجاست. شما به کی رای دادین؟ 72. یادت نره به 72 رای بده. به 72 رای میدم. خب یعنی 72 از نظر شما لیاقت نداشته. متاسفم، حذف شدین. فقط یه نفر اون پولو میگیره. و اینم میگم واقعا متاسفم، واقعا پیرزن خوبی بود. نون وقت بود. توجه به تمام شرکت کنندگان این فینال. شما بارها و بارها تلاش کردین ولی نتونستین به توافق برسین که جایزه بزرگ برای چه کسی بشه و دیگه حق انتخاب ندارین. منم نمیخوام خستتون کنم، مخصوصا اون مرد 56 ساله رو. و بالاخره زمان اجرای آخرین چالش فرا رسید. بالاخره بعد از این همه روز و این همه چالش میتونید از اتاقاتون خارج بشید بدون حذف شدن. برای انجام آخرین چالش برید تو اتاقه که قول پیکر دم کن، فقط داخل یه مکعبی. ببینید دوستان، من از اولم گفتم که انتخاب برنده بازی به انتخاب خودتون بستگی داره. تنها یک ساعت وقت داریم و وقتی این تایمر صفر بشه فقط کسی که توی این اتاقک بمونه برنده 250,000 دلار میشه. و اگه بعد صفر شدن تایمر بیشتر از یه نفر اینجا بمونه، بچه ها بیان. بکنم فهمیدین چی میشه. تمام پول آتیش میگیره و دیگه هیچ کدومتون هم برنده جایزه ای نمیشین. یه لحظه فکر آدم ها رو میخوام بکشن. تایمر شروع شد. موفق باشین دوستان. فقط یکی از ما پولو میگیره. واقعا حس بدی دارم در این حال، حس خوب. و واقعا موندم که کی میبره. اینجا 100 نفر بود. تو رو خدا ببینیم به خاطر پول دارین چیکارا میکنی؟ زندگی همینه، تفته زندگی. به نظر من فقط یک نفر باید برنده بشه و اونم دقیقا تو ذهنمه. خب نظرت کدومه؟ خدا میدونه، فقط ما وسیله ایم. پس تو گفتی اگه من برم گی میشم، پس تو گی. نه، منظورم این نبود، باید داستانتو تعریف کنی. من داستانمو گفتم، نبداشتم. دارو خدا با هم نگه دعوا نکنین. زمان داره تموم میشه، حداقل با یکیشون بیاد بیرون. هیچ کس نمیره. خدای من نمیتونم نفس بکشم، ترجیح میدم برم بیرون. آقا یه نفر بمونه همه برن بیرون، اون یه نفر به نمایندگی همه پولا رو بگیره تقسیم کنه. هیچ کدومتون این کارو نمیکنه؟ هنوز همشون تو مکعب. یه غم عجیبی منو فرا گرفته. در مورد انتخابات چطوری؟ ما باید رای گیری کنیم، روی کاغذ بنویسیم و رتبه‌بندی کنیم. ایده 48 خیلی جالب بود. اون گفت لیاقت اشخاص نسبت به جایزه را از 1 تا 5 نمره بندی میکنیم و اونی که از همه نمره بهتری بیاره برنده میشه. پس ما این کارو میکنیم، فقط یک نفر شما رای میدین. واو. میخوای جمع تفریقه رو حتما بگی؟ بذار دارم حساب میکنم، اگه میخوای بیا ببین. تمع داره میکشدشون. بسیار خوب، آمادیم. ببینم به نتیجه هم رسیدیم. آره. خب پس بهتره شروع کنید. خدای من. بیا خواهر، بیا بریم. در حال یه نفر نیاز داشتم. خب 47 و 48 انتهای چالش. این دو نفر از اولم یه اتحاد خوب داشتن و خب ببینیم چی میشه. ببینید دیگه نیاز به توضیح من نیست، خودتونم میدونید که فقط یه نفرتون میتونه برنده 250,000 دلار بشه. من دوم شدم. بهت تبریک میگم 47. واو. تو با رقیبات مبارزه کردی، یه اتحاد خوب تشکیل دادی و تا انتها به فکر دیگران بودی. من نمیخوام اون روحو برم. و از بین 100 نفر فقط تو برنده 250,000 دلار جایزه شدی. و اصلا هم نگران نباش، اون 4 نفرم 10,000 دلار جایزه رسید.
کاملا شگفت‌انگیز بود. جلو هفت، ما یه سورپرایز نهایی هم واسه آماده کردیم. بفرمایین. مامان چیزی؟ درست عزیزم؟ آره آره. این یکی از مورد علاقه ترین چالش هایی بودش که ساختم. مثل همیشه لایک و کامنت و ساب کردن کانال کجبان فراموش نشه. آراسی توی کامنت ها بنویسید که کدوم بخش از چالش جذاب تر بود. خدافظ. واقعا بمب جدی، اگر اون کچله میبرد من قاطی میکردم، جدی دارم میگم.